سلام عرض می‌کنم خدمت همه دوستان و عزیزان. نمیدونم صدا، امیدوارم که باشه و دوستان صدای من داشته. خیلی ممنونم از لطف محبت دوستان که حالا بنده رو قابل دونستن و دعوت کردن اینجا، و خیلی متاسفم که خانم علی نژاد آقای رضایی فرعی هم حالا امکان حضورشون نبود. من فقط یه توضیح هستم در مورد سال این تو سرگیزی که پرسیدن. عقل 76-77 حدود بین 15 تا 16 سالم بود و خب قاعدتا داشتم تو دبیرستان اینو درس میخوندم و قاعدتا نمیتونستم توی جامعه توس مطلب بنویسم، ولی من از سال 80 که وارد دانشگاه شدم، از سال 81 که وارد دانشگاه شدم، حالا همزمان با فعالیت دانشجویی که میکردم با یه نشریه دانشجویی داشت و بعد شما جست و گریخته با نشریات همکاری میکردم. از سال 82 تقریبا تموم شده به طور حالا حرفه‌ای تر شروع کردم، و چون ساکن رشتم بودم به صورت عقد و تعلیق با نشریاتی مثل اعتماد، شب، روزنامه اقبال، ارزم به حضورتون که روزنامه یاسنو، با اینا همکاری داشتم تا زمانی که ایران بودم تا آذر 88، و غیر از اونم از زمانی که این سایت روزنامه رو افتاد با این سایت همکاری میکردم. در استان گیلان هم یه هفته نامی داشتیم به اسم هفته نامی گیلان بهتر که حدود 3 سال سرزنی بهش بودم با اجازت این سمبلاغ هم میکنم اگه کم شما بزرگی خودتون ببخشید. خب آرش عزیز، صحبتی که قبلا کرده بودیم در رابطه با موضوع برنامه امشب، یعنی نگاه امروز روزنامه‌نگاران به جنبش سبز رو یا جامعه روزنامه‌نگاران رو، اگر بتونید در مقدمه کوتاه طرح بکنید اون موقع بحث رو عمومی خواهیم کرد و دوستان دیگه هم که هم سوال دارن هم در این مورد، خصوصا در مورد وقایع اخیر مربوط به ایران نظر دارن رو منعکس خواهیم کرد. آرش جان بفرمایید. من مجدد سلام از شما خدمت دوستان، امیدوارم سلام باش دوستان داشته باشین صدا من. عرضم به حضورتون که در باره صحبتی که جناب عباسی فرموده بودن، البته خب من قاعدتا نماینده همه روزنامه‌نگاران نیستم، من فقط از طرف خودم میتونم صحبت کنم. من فکر میکنم اگه یک تقسیم‌بندی خیلی کلی بخوام داشته باشم درباره حالا روزنامه‌نگاری، اینه که به هر ترتیب طرفدار با جنبش سبز درگیر بودن، شاید بشه گفت مثل نیروهای سیاسی، میشه به سه دسته تقسیم کرد قاعدتا. روزنامه‌نگارانی که حالا تقریبا میشه گفت بی قید و شرط حامی جنبش سبز بودن و به هر شکل ممکن و در هر برهی و از هر کنشی حمایت کردن بدون اینکه انتقادی داشته باشن یا کمتر انتقاد داشتن به جنبش سبز. روزنامه‌نگارانی که حالا با حفظ بعضی فاصله و با حفظ بعضی از انتقادات از جنبش سبز حمایت میکردن یا همراهی میکردن، و حالا افرادی که اساسا از شاید از روزهای اول همچنان نظر خوشی نسبت به جنبش سبز نداشتن. غیر از این من تصور میکنم که شاید یک تقسیم بندی دیگه هم بتونیم انجام بدیم، و حالا شاید این بیشتر برای افراد روزنامه‌نگاری باشه که در سالهای اخیر از کشور خارج شده. این سالهای اخیر منظورم فقط دو سال گذشته نیست، بلکه حالا افرادی هستن که شاید از دوره اصلاحات به این طرف از ایران خارج شدن. این روزنامه‌نگار اساسا حامل دو گفتمانی بودن که همون موقع در داخل کشور وجود داشت. یک گفتمان اصلاح طلبی بود به معنی حالا اون گفتمان که اصلاح طلب حکومتی نامیده میشد، به حال شاید نزدیکتر به احزاب مثل مشارکت مجاهدین مجمع روحانیون و احزاب چنین، و یک گفتمان دیگه گفتمانی بود که گفتمان انتقادی تری نسبت به اصلاح طلبان داشت، گفتمانی که حالا به اسم بعضا نیروهای تحول خواه شمرده میشد، نیروهایی که نزدیکتر به بحث به جنبش دانشجویی، نهضت آزادی، نیروهای ملی مذهبی و حالا گروه های اپوزیسیون و قارنی بودن که در داخل کشور وجود داشتن. و قاعدتا اگه بخوایم از نگاه روزنامه‌نگاران به جنبش سبز هم صحبت کنیم، باید دقت کنیم که
که حالا هر فردی اساسا در کدوم دسته قرار میگیره و از در کدوم کانتکست به نظر یا حالا تعریف از جنبش سبز میپردازه. من فکر میکنم حالا این تقسیم بندی خیلی کلیه که من میتونم انجام بدم، اگر بحثی باشه در خدمت دوستان هستم. خب مرسی آرش عزیز. یعنی در واقع این مقدمه صحبتتون بود در رابطه با اینکه دو طیف مختلف اصلاح طلب و تحول طلب رو در واقع نقد کردید، رو مورد نظر قرار دادید. سوال اینجاستش که واقعا این عبارت تحول طلب تا کجا میتونه مجموعه نیروهایی رو که در جنبش سبز در واقع خودشون رو هویت خودشون رو دریافتن و تلاش کردن تو اون زمینه فعالیت بکنن رو در بر میگیره؟ از هم موضوع که من از این تعریفی از تحول طلب، یعنی از نیروهای تحول طلب داشتن، بیشتر نازده افرادی بود که حالا در چند سال گذشته در داخل ایران فعالیت میکنن و حتی اینه مثلا قصدم به این نبود که دوستان تا در خارج از کشور بودن و هستن و حالا خودم هم جزء همین دوستان هستم نادیده بگیرم، بیشتر از این منظر بود که این تقسیم بندی از این جهت مهم است که ریشه بعضی از حالا منازعات یا اختلافاتی که وجود داره رو بشه ارزم به حضورتون که ریشه یابی کرد. ولی من تصورم این استش که نیروهای تحول طلب اساسا چه در داخل و چه در خارج از کشور میتونیم به مجموعی از نیروهایی بگیم که معتقد به این هستند که ایران باید به حکومتی سکولار دموکراتیک و قوانین مبتنی بر حقوق بشر برسه و به دنبال این هم هستند که این مسیر از طریق مسالمت آمیز و بدون دخالت نظامی یا بدون استفاده از راه‌های خشونت آمیز طی بشه. و به نظرم میرسه اگر این تعریف رو قبول بکنیم اساسا یه طیف گسترده از جنبش سبز رو میتونیم تو این رده تقسیم بندی کنیم و اینطور به نام نشون. اوکی مرسی. ولی به صورت موضوع تحول طلبی و اصلاح طلبی در واقع یک موضوع واقعا مبهمی هست. تا کجا به نظرتون میرسی که موضوع اصلاح طلبی یک موضوع تموم شده است و تا کجا فکر میکنید که زمینه های طرح یک نیروی تحول طلب روز به روز بیشتر شده، با توجه به اینکه عملا توی این فاصله دو سال گذشته ما به جز نیروهای اصلاح طلبی که در درون ایران فعالیت میکنن و خصوصا در درون زندان هستند و دچار مشکلات عدیدی هستند رو ما شاهد هستیم که کماکان فعال هستند و نیروی تحول طلب در واقع در داخل کشور خصوصا هنوز نتونسته یه تعریف مشخصی از خودش ارائه بکنه. اعظم حضورت این مرسل اساسا تصور میکنم حالا بعض اتفاقاتی که در حدود حالا دو سال و نیم گذشته افتاده، هرچند شاید پیش از این هم خیلی های صحبت رو مطرح میکرده، ولی اساسا اتفاقاتی که در دو سال گذشته افتاده، سرکوبای وحشیانه که این رژیم حالا انجام داده و چه واسه در بعضی موارد هم به سیاق گذشته خودش بوده، اساسا یه راه و دریچه اصلاح طلبی رو اولا بسته. یعنی اصلاح طلبی به این معنا که در داخل سیستمی به اسم جمهوری اسلامی ما تلاش کنیم تا فقط برخی از روش ها رو تصحیح کنیم و اصل سیستم و اصل اون ساختار و چارچوب باقی بمونه، اساسا به نظر من دیگه یه کار بی‌معنیه. یعنی با توجه به رفتارهایی که آقای خامنه‌ای به طور مثال در این مدت انجام داده، با توجه به موازی که نیروهای نظامی از اون روشی گفت در واقع مشخص تایی بشن تو سپاه پاسداران جمهور، اصلا بحث اصلاح طلبی وجود نداره. اما نکته ای که هست این هستش که در داخل ایران به خاطر همین سرکوب هایی که در 32 سال گذشته
وجود داشته اساسا نیروهای تحول طلب حالا شاید درستش نیروهای انحلال طلب باشه، این افراد به دلیل اینکه اصلا به خاطر این سرکوب ها اساسا هرگز قادر به تشکل یابی نبودن، به همین دلیل پراکنده هستن. و شاید یکی از دلایلی که این نیروها حالا کمتر به چشم میان همین عدم تشکل یابیشون در داخل این هست، این که به هر حال بسیاری از رسانه ها در اختیارشون نیست، از این نکته که به هر حال منابع مالی در اختیارشون نیست. نیروهایی که الان به عنوان اصلاح طلب فعالیت میکنن به هر حال فراموش نباید کرد که 30 سال در جمهوری اسلامی حضور داشتن، به هر حال از رانت‌های حکومتی استفاده میکردن و از همون هم الان حالا به هر حال از چیزهایی که داشتن الان استفاده میکنن و رسانه های خودشون رو راه میدادن و تبلیغات میکنن و مسئله میشن. من فکر میکنم که قاعدتا با این شرایط نیروهای تحول خواهی حالا نیروهای انحلال طلب اساسا کار مهمی که باید بکنم این هستش که باید تلاش کنم به یک تشکل و انسجامی دست بزنم، کاری که نمیدونم با من چه حد امکان پذیره و اصلا خب منم در جایگاهی نیستم که بخوام همچین نسخه ای بپیچم که چطور یا چی باید این کار انجام بدم. خب مرسی از توضیحتون. من تا حالا نکته‌ای که به نظر میرسه تا قبل از اینکه میکروفون رو در اختیار ضیاءالدین عزیز قرار بدم و بحث رو به بحث عمومی منتقل بکنم یعنی بحث برنامه، این هستش که دقیقاً اگر اصلاح طلبی نتونسته زمینه ای رو برای طرح مواضع خودش طرح بکنه، نیروی تحول طلب از کجا میتونه همچین نیروی رو سازماندهی بکنه؟ یعنی واقعا این سوال اساسی به جای خودش باقی میمونه که نیروی تحول طلب واقعا پایگاه اجتماعیش کجاست و نیرویی که میتونه به غیر از نیروهای خارجی که از طریق تحریم و تهدید نظامی وارد صحنه سیاسی ایران شدن میتونن همچین نظراتی رو نمایندگی بکنن. الان ما یه توضیح بدم در این مورد اگر بفرمایید. الان موضوعتون که یه مثال شاید بزنم شاید این موضوع یه مقدار روشن‌تر باشه. ما تو زمانی که فعالیت دانشجویی در داخل انجام میدادیم، حالا بعد از اینکه وزارت علوم و ناحیه امنیتی جزء فعالیت دانشجویی فعال رو میگرفتن و گرفتن در واقع و حالا دفاتر انجمنها رو تعطیل کردن و فشار خیلی زیادی وجود داشت که برنامه‌های سیاسی به هیچ برگزار نشه، یه انتقادی که حالا همیشه به این دانشگاه سیاسی میشد و بعدم حالا خودشون سعی کردن که میگه بکنن این بود که اساسا این نیروها همه توان خودشون رو گذاشته بودن روی این مسئله که به مسائل سیاسی بپردازن و اساسا هدفگیریشون فقط هدفگیری در مورد مسائل سیاسی بود، در حالی که در مورد خیلی از مسائل دیگه در سطح دانشگاهی مثلا نموده مسائل صنفی دانشگاهی حالا مسائل مختلفی که دانشگاه ممکن بود باهاش درگیر باشن اساسا خیلی کمتر پرداخته میشد یا اصلا بهش پرداخته میشد. من تصور میکنم که اگه بخوایم ما وزن نیروهای تحول طلب رو در ایران ببینیم میتونیم به چند آیتم و چند گزینه نگاه کنیم. اول از همه حالا نشریاتی که گرچه در داخل جمهوری اسلامی منتشر میشدن اما همشون به نوعی میشه گفت تریبون نوعی جریانی بودن که با جمهوری اسلامی به هر حال مخالفت داشتن. مثلا شما نشریه مثل نشریه عادیله رو مثلا اگر تصور کنید یا نشریه مثل نشریه ایران فردا و حالا نشریه تریبون یا میزان اقبال به کانون نویسندگان که حالا متاسفانه باید گفتش که این میزان اقبال رو میشه مثلا در زمانی که یکی از اعضای کانون فوت میکنه یا در هم حتی زمان قتل زنجیری هم که همه هم ترمان چی در همون دوران هستیم ببینیم که به هر حال نیروهایی که اونجا به قتل رسیده نیروهایی بودن که سالها بر اساس برحتر خفقان و سرکوب اجازه تبلیغات وسیع در جامعه رو نداشتن، اجازه نشرفگاه ایدان خودشون رو نداشتن، با این وجود جمعیت بسیار زیادی اومدن و بهشون ادای احترام کردن.
غیر از اون در خود جنبش سبز من تصور میکنم اگر یه مروری بر شعارهایی که توسط مردم داده شد و حداقل من تا قبل از 15/1388 ایران بودم و نه در همه هم و در خیلی از این تجمعات حضور داشتم، به هر حال شعارهایی که داده میشد و تمامی ارکان نظام جمهوری اسلامی مورد حمله قرار میداد، اساسا به معنای این بود که از اون جمعیت عظیمی که وارد خیابون‌ها شدن میشد گفت که درصد بسیار زیادیشون اساسا خواهان این تغییر و تحول کاملا جدی و ساختاری در سیستم بودن. من فکر میکنم که میشه برای نیروهایی که تحول طلب، انحلال طلب، برانداز، حالا هر چیزی اسمشون رو میذاریم، وزن زیادی وارد شد در جامعه امروز ایران. ولی همونطور که عرض کردم خدمتتون، به خاطر اینکه اساسا هیچ تشکل یا تریبون رسمی وجود نداره که این جریان و این نگاه رو نماینده میکنه، فکر میکنم که دلایلی که تصور میشه هنوز این جریان جریانی نیست که قوت و قدرت داشته باشه همین است. در غیر این صورت میگم فقط تو اگر همه این شواهد رو فراموش کنیم، فقط نگاه به شعارها و طرز رفتار مردم در جنبش سبز و در تظاهرات اعتراضی که انجام شده، فکر میکنم میتونه مهمی در حرف من باشه. خب آخرین سوال من قبل از اینکه میکروفون رو در اختیار ضیاءالدین عزیز قرار بدم برای اینکه بخش دوم برنامه رو پیگیری بکنه، این هستش که به هر صورت الان توی این فاصله چند هفته گذشته تلاش‌های صورت می‌گیره برای اینکه به نوعی موضوع آلترناتیو سازی در مقابل جمهوری اسلامی رو از طرف نیروهای تحول طلب طرح بکنه، ولی در این حال هنوز یک چارچوبی مشخصی برای طرح چنین خواستهایی مطرح نشده. من توی نوشتجات آقای مثلا آقای جامی دیدم که صریحا طرح میکنه که نیروهای تحول طلب در مقایسه با نیروهای اصلاح طلب هنوز از امکان طرح نظراتشون به شکل سیستماتیک برخوردار نیستن، یاد برده که در واقع باید این متد عمومی مخالفت با جنگ و مخالفت با ادامه در واقع وضعیت بحرانی رو ازش نام برد. در این حال آقای ابراهیم یزدی هم نامه‌ای به آقای بانکیمون نوشتند که در اون صریحاً موضوع انتخابات آزاد رو طرح کردن، ولی در رابطه با مسائل ایران صریحاً نظر ندادن. و نکته که جالب توجه هست این هستش که طرح دخالت نیروهای خارجی در مسائل ایران از موضع تحریم اقتصادی و حمله نظامی در واقع یک نقطه ای هستش که موضوع مورد اختلاف هست. من سوالم از شما این هستش که در این رابطه نظرتون چیست؟ یعنی تو این موضوعگیری هایی که در مورد دخالت غرب در مورد مسائل ایران خصوصا نظر میدن و کسانی که این مقداری مردد هستن در مورد تایید همچین نظریاتی رو، نظرات شما رو هم بشنوم و بعد از اون میکروفون رو در اختیار آقای زاهدی قرار بدم که ضیاءالدین قرار بدم که بتونن بحث رو ادامه بدن. وارد ازم به حضورتی که من تایه دلم خب قاعدتا هم با تحریم اقتصادی هم با جنگ مخالفم، یعنی قاعدتا دلیلش هم دلیل اخلاقی است، به این دلیلی که هم جنگ هم تحریم اقتصادی هست اصلا بیشترین ضرر و لطمی رو که وارد میکنه به معلوم عادی وارد میکنه. اما این سوال برای خود من هم وجود داره که حالا اگر ما صحبت از این میکنیم که غرب و آمریکا از جنبش سبز حمایت نکردند و حالا گلمند هستیم از این در این زمینه از غرب، چه کار باید بکنم؟ آیا صرفا این که به خصوص اروپا و آمریکا که خیلی کمتر ممکنه داره، این که اروپا به طور مثال روابط دیپلماتیک شما جمهوری اسلامی قطع کنه، مثل کاری که سوئیس کرد مقامات جمهوری اسلامی رو راه نده به اماکن بین المللی و
در صورت هم که وارد شدن رو بازداشت کنه و محاکمه کنه، آیا این به تنهایی میتونه باعث تغییر رفتار و تغییر رویه حکومت بشه؟ من خب یه مقدار شک دارم که جمهوری اسلامی یعنی به همین راحتی حاضر باشه که عقب نشین کنه. ضمن اینکه یک سوال خیلی مهمی هم که وجوده نستش که اگر روزی مجدد در ایران اعتراضات خیابانی وجود داشت و شرایط ایران مثل شرایطی شد که قذافی در لیبی به وجود آورده بود و حالا مردم رو با هواپیما و تانک میکشت، در اون صورت یا شرایطی که حتی همین امروز در سوریه وجود داره که اتفاق کرده و سازمان آمدن 4000 نفر کشته شدن که بیش از 250 نفرشون کودک هستن و در زندان‌ها به این زندانیان سیاسی آزار جنسی بهشون وارد میشه حتی به کودکان 13 تا 14 ساله، اگر همچین شرایطی شد ما واقعا چه باید بکنیم و اساسا چه راهکاری جلومون هست؟ من خودم خوب به شخصه واقعا جوابی ندارم نبرش که چه باید کرد و واقعا نمیدونم. شاید مسئله ای که باید اتا نیروهای سیاسی نیروهایی که با تجربه تر هستن باید روش فکر کنم و حالا راهکاری تو این زمینه پیدا کنم. هرچند تصور میکنم که شاید اگر این بحث و اجماع روی انتخابات آزاد ایجاد میشود، این که همه نیروهای سیاسی داخل خارج و بحث انتخابات آزاد اجماع میکردن و همه از سوی به حکومت و از طرف دیگه به نهادهای بین‌المللی این فشار میبودن، شاید میشد بیش از این کارهایی کرد، ولی خب الان در مورد اینا خیلی مطمئن نیست.